من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. و ما يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من عزیز و وقرامي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته یکی دیگر از برنامه های حیات طیبه رو پیشکش میکنیم به حضور شما بزرگواران به این امید که با نگاهی به رهنمودهای الهی در این برنامه و یادآوری هایی که از آیات قرآنی میشه بتونیم در جهت شناخت و رسیدن به حیات طیبه و زندگی پاک و پاکیزه گامی برداشته باشیم انسان ها با نگرش ها و رویکردهای های گوناگون و وضعیت های متفاوت و تعاریف مختلفی که از موضوع سعادت دارند اما بنابر یک گرایش درونی و همیشگی در طول زندگی خودشون در طول تاریخ بشر به دنبال سعادت و رستگاری بودند و هستند عرض کردم که در این میان هر کسی از سعادت و خوشبختی و رستگاری معنا و مفهوم و تعریف خاصی رو مد نظر داشته ولی در نگاه انسان مسلمانی که به الله به عنوان پروردگارش به محمد صلی الله علیه و علیه و صحبی اجمعین به عنوان پیامآور الهی و پیامبرش و به اسلام به عنوان دین و قانون زندگیش باور و رضایت داره مفهوم سعادت مفهومی واضح و روشن بر اساس درک و شناخت درست زندگی است بدین شکل که اولا راه و روش رسیدن به سعادت رو میدونه و میدونه که چگونه میتونه با پیمودن راهی به سرمنزل مقصود که سعادت هست برسه به این خاطر هست که انسان مسلمان در بزرگترین جلوه عبادت و بندگی خودش در بزرگترین مظهر ایمانی خودش که جلوه توحید و ابراز نیاز و بندگی در برابر رب العالمین هست در بزرگترین رکن اسلام بعد از شهادتین در نماز این موضوع رو از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه رحیابی و شناخت هدایت و قرار گرفتن در مسیر هدایت میگه اهدنا الصراط المستقیم یا الله ای پروردگارمان ما را به راه راست هدایت فرما راهی که مبهم نیست راهی که شناخته شده است و برای ما از سوی رب العالمین تعریف شده صراط الذین انعمت علیهم راه کسانی که به اونها نعمت داده ای نه راه گمراهان غیر المغضوب علیهم ولا الضالین راه کسانی که الله بهشون نعمت داده فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا راه أنبياء راه ياران وفادارشون صديقين راه شهداء وصالحين راه يسك الله سبحانه وتعالى بعنوان راه هدايات والبت مسير مشخص و روشنی که با نشانه های مشخصی برای انسان معرفی شده و فراروی انسان قرار گرفته تا در دنیا و آخرت سعادتمند و رستگار باشه ما نگاهی خواهیم داشت به مفهوم سعادت و رستگاری به عنوان اینکه یک راه مشخص هست ماندگاری بر راه است و نهایتاً وصول به مقصد با نگاهی به آیات قرآن کریم در واقع کیمیای سعادت منظور من از کیمیای سعادت اون نگاه تماما امیدوار بدون از ترس و حراس نسبت به زندگی و موضوع زندگی نیست اتفاقا این نگاه به زندگی با مفهوم تقوا در تاروز قرار داره که در ادامه خواهم گفت اما وقتی که میگم کیمیای سعادت همون اساس و روح زندگی انسان مؤمن هست یعنی تقوا کلید سعادت و رستگاری انسان در ایمان هست که از جمله دندانه های اصلی این کلید همین تقواست و کلید ایمان با تقوا اون کارای خودش رو نخواهد داشت چون ایمان و تقوا با هم و در کنار هم اون هم در طول مسیر زندگی انسان و همه باید و نباید های اون برای ما معرفی شده این که میگیم تقوا به معنای اون موضوعی است اون حکمی است اون روشی است و اون قانونی است که ما رو انگیزه است برای ما بدین خاطر که از الله اطاعت بکنیم مشوق هست و تشویق کننده است و همچنین وسیله است و انگیزه است برای اینکه از نهی الهی باز آییم و در حقیقت تقوا قانونی است و روشی است و موضوعی است واضح و روشن که التزام و پایبندی به اون ما رو از خشم الهی نجات میده بنابراین در موضوع تقوا ترس از رب العالمین خوف و خشیت الهی در کنار ایمان و همه مسائل ایمانی و ارزش های ایمانی که به هم پیوسته و منسجم هست وجود داره و نمیشه کیمیای سعادت رو تقوا رو یک شعار یک تصور و یک تفکر موهوم دونست که انسان با این تصور و امید و رجای توخالی و فارغ از عمل ادعا بکنه که من پروردگاری مهربان دارم پس نیازی به عمل نیست و من رستگار خواهم بود خیر همین پروردگار مهربان که قهار و جبار هم هست در کنار اینکه به بهشت و نعمتهای جاویدان و سعادت دنیا و آخرت برای مؤمن متقی تصریح فرموده و بشارت داده هشدار داده نسبت به اینکه از خشم و غضب او به دور باشیم از نافرمانی او به دور باشیم و یحذرکم الله نفسه بنابراین تقوا اگر بخوایم به عنوان کیمیای سعادت بنابر آیات قرآنی تعریفی شامل و جامع ازش داشته باشیم مربوط به همه ابعاد زندگی ما انسان ها میشه که اصل و اساس اون رهیابی به راه هدایت هست یعنی شناخت راه و به این خاطر هست که به رغم خواسته و مطلوب عمومی در میان همه افراد بشر که سعادت و رستگاری رو یک خواسته و قایت مهم و اساسی در زندگی خودشون میدونن اما چون تعریف درستی از سعادت ندارند و چون در این میان تعاریف و مفاهیمی که در تصور انسانها در باری سعادت وجود داره عموما و در شکل کلی اون منطبق بر فطرت و آفرینشی که الله سبحانه و تعالی ما رو بر اون خلق کرده و آفریده نیست لذا میبینیم که در رسیدن به سعادت دچار انحراف میشن اساساً ادی راه رو پیدا نمی ادی راه رو پیدا می کنند اما این راه رو نمی ولی و در نتیجه به نتیجه و سرمنزل مقصود هم نمی رسند بنابراین اگر ما بخوایم در موضوع سعادت و در موضوع تقوا به عنوان کیمیای سعادت سه مسئله مهم و اساسی رو ذکر کنیم یک شناخت سعادت و رهیابی به راه هدایت بسیار حائز اهمیت انسان نمیتونه در مسیری قرار بگیره و نهایتا به مقصد برسه مگر اینکه راه رسیدن به اون مقصد رو بدونه و طی بکنه بنابراین شناختن راه و رهیابی و هدایت یافتن نکته اساسی و اول هست که در موضوع تقوا میشه ایمان ایمان آوردن در مسیر توحید و در مسیر ایمان و در مسیر اسلام قرار گرفتن و این راه رو پیدا کردن به همین خاطر در همین ابتدای قرآن در فاتحه الکتاب و بلکه در هر رکعتی از نماز با خواندن سوره فاتحه دعا می‌کنیم و می‌گیم اهد الصراط المستقیم این یک نکته دوم ماندن بر این راه است علاوه بر اینکه راه رو شناختیم و در راه قرار گرفتیم باید بر این راه بمونیم آنچنان که یک سوره بعد از سوره مبارکه فاتحه یعنی در سوره مبارکه بقره طولانی ترین سوره قرآن کریم میبینیم که الله عز و ضمن این که جزئیاتی از مفهوم تقوا و صفات متقین و پرهیزگاران رو بعد از بیان راه هدایت معرفی میفرماید از ماندگاری این افراد به عنوان یکی از مسائل اساسی و مهم برای رسیدن به مقصد یاد میفهمد. نکته اول رهیابی و هدایت یافتن هست که شناخت ایمان شناخت تقوا و شناخت سعادت هست دوم قرار گرفتن در این راه و ماندن در این راه و ماندن بر این راه هست اولائی که علا هدم من ربهم چون این کسانی رستگارانند که مفصل بهش خواهیم پرداخت در موضوع تقوا به عنوان کیمیای سعادت یا در سوره مبارکه فصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کسانی که گفتند پروردگار ما الله است این رهیابی و هدایت رو داشتند الله رو شناختند به الله به عنوان پروردگار خودشون ایمان آوردند عبادتش کردند الوهیت و ربوبیت رو مخصوص او دونستند و بر اساس اسما و صفاتی که خودش رو معرفی فرموده او رو شناختند و تلاش کردند که بشناسند و بر همین اساس هم در زندگی عمل کردند ثم مستقام و سپس استقامت ورزیدند نکته دوم ماندن بر راه است تا نتیجه حاصل بشه و به دست بیاد که رستگاری است رهیابی و هدایت یافتن ورود به این راه و ماندن بر این راه و سوم رسیدن به سرمنزل مقصود رسیدن به مقصد رستگاری اولئک علی هدم من ربهم اول اهدنا الصراط المستقیم دوم اولئک علی هدم من ربهم سوم و که هم المفلحون چون این کسانی رستگاران هستند حال پیوند و ارتباط این مفاهیم رو با یکدیگر در آیات قرآن کریم میبینیم ابتدا دعا کردیم و گفتیم اهد الصراط المستقیم یا الله ما رو به راه راست هدایت فرما راهی که روشنه درش کجی نیست مستقیم هست اون راه انبیاست راه صدیقین راه شهدا راه صالحین صراط الذین انعمت علیهم راه گمراهان نیست راه کسانی نیست که الله بر اونها خشم برفته راه کسانی نیست که دین رو و عبادت الله رو در جنبه احساسی اون قرار دادند و دوچار خرافات و جر شدند راه کسانی نیست که با لجاجت و لجبازی خودشون رو سزاوار خشم الهی کردند غیر المغضوب علیهم کسانی که عمدتا متعمدانه و آگاهانه مسیر انحراف رو در پیش گرفتند و کسانی که بدون علم و بر اساس صرفا احساسات و عواطف که یک بخش از موضوعات و مسائل انسانی و ایمانی است کسانی که اینچنین دچار جهل خرافات و نهایتا گمراه شدند راه اینها راه هدایت نیست بنابراین در ابتدای سوره مبارکه بقره در بیان این عامل مهم سعادت و رستگاری یعنی تقوا که ما در این برنامه ازش تحت عنوان کیمیای سعادت یاد میکنیم میبینیم که الله سبحانه و تعالی میفهمد ذلک الکتاب لا ریب فی در این کتاب و آیاتی که در قرآن کریم بیان شده هیچ شک و تردیدی نیست لا ریب فی هدا للمتقین هدایتی است برای پرهیزگاران اینکه که میفرماد هدل للمتقین ما رو به این معنا و مفهوم سوق میده که هدایت رو باید در قرآن جستجو بکنیم کتاب هدایت به عبارت دیگر کتابی که راه رو به ما نشون میده اولا راه رو به ما نشون میده ذلک کتاب لا ریب بفی هدل للمتقین راه رو به ما نشون میده و به ما نشون میده با نشانه هایی که از این راه در اختیار ما قرار میده یک راه روشن یک راه مستقیم راهی که درش کجی نیست صراط الله هست چون ازش خواستیم اهدنا الصراط المستقیم این قرآن که کلام الله و کتاب الله هست به ما نشون میده که راه اینه و بیراه اینه از این راه به در نشید ولا تتبع الصبول فتفرق بكم از راه الله به راه های انحرافی دیگه ندید که دوچار تشتت و پراکندگی و انحراف از راه حقیقت میشید به عبارتی دیگر ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام کیمیای سعادت هست برنامه سعادت هست که درش تقوا، ایمان، اخلاق همه مسائل زندگی آنچه که برای سعادت دنیا و آخرت ما انسان ها لازم هست بیان میشه ما فرطنا فی الکتاب من شی و در این باره الله سبحانه و تعالی هیچ چیزی رو کم نگذاشته در قرآن کریم بلکه آنچه رو که لازمه سعادت دنیا و آخرت بشر بوده برای ما بیان فرموده کتابی است کامل به استوارترین راه راهنمون رهنمون میشه لذا خدا خود للمتقین اما هر کسی نمیتونه از این کتاب بهره بگیره و این کیمیای سادت رو به دست بیاره، راه رو پیدا بکنه، در راه و بر راه ببونه و نهایتاً به منزل سرمنزل مقصود برسه. بلکه این کتاب هدایتی است برای پرهیزگاران. رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و صحبی اجمعین فرمودند که الله سبحانه و تعالی با این کتاب، با این قرآن ادیر رو سربلند میکنه. و همچنین فرمودند الله متعال ادی رو با این قرآن خار و زلیل و سرفکنده میکنه اونها رو به نازلترین مقام ها و جایگاه ها باید بگیم سقوط میده و یضع به آخرین و قرآن کریم هم همین حقیقت رو بیان فرموده وقتی که میگم قرآن کریم اشاره به سوره و آیه از قرآن کریم هست قرآن کلام رب العالمین هست و الله حقیقتا با این کلام سخن فرموده کلام الله و غیر مخلوق است ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا اهل ایمان ایمان دارند اهل کف تکذیب میکنند گمراه میشند لذا بزرگترین و مهمترین کیمیای سعادت قرآن کریم هست که راه تقوا رو به ما نشون میده این بس همچنان به قوت خودش باقی است و انشالله در یکی دیگر از برنامه های حیات طیبه این موضوع رو پیگیری و دنبال خواهیم کرد زنده و سربلند باشید الله یگان معبود بر حق نگهدارت